صفحه 89. به مردی که در درگاه ایستاده بود گفت: لطفاً کمکم کنید. مرد فوراً آمد، ولی کی هیچ دلش نمی‌خواست به درمانگاه برود. او مخصوصاً از همین پرهیز داشت که دورتر ببرندش. هرچه دورتر می‌رفت برایش بدتر می‌شد. حالا کاملاً می‌توانم بروم. این را گفت و از صندلی راحتش پا شد. صندلی به قدری لختش کرده بود که لرزان لرزان از جا برخاست، ولی نمی توانست خودش را راست نگه دارد. سری به نشانه نه تکان داد و گفت: به هر حال ازم بر نمی آید. و آه کشان دوباره گرفت نشست. به فراش اندیشید که می توانست به آسانی او را به رغم ضعفش از اینجا بیرون ببرد، اما او گویا مدت‌ها پیش غیبش زده بود. کی میان دختر و مرد ایستاده جلویش دقیق شد، ولی اثری از فراش ندید. مرد که رخت آراسته‌ای تنش بود و مخصوصاً جلیقه خاکستری زیبایی منتهی به دو نوک تیز او را چشمگیر می‌کرد، گفت: به گمانم قش این آقا به خاطر هوای اینجا است و بهترین کار، کاری که او بیش از هر چیز دوستش دارد، آن نیست که اصلا به درمانگاه ببریمش، بلکه او را به کلی از این دفترها ببریم بیرون. کی از فرط شادی تقریبا وسط حرف مرد دوید و فریاد کشید: خودش است، فوراً حالم بهتر می شود، حتم دارم، آنجورها هم ضعف ندارم، فقط یک خورده پشتی زیر بازوهایم لازم دارم. زیاد مزاحمتان نمی شوم. به هر حال خیلی دور نیست، فقط ببریدم دم در، آن وقت یکم روی پلکان می نشینم و زود حالم جا می آید، چون معمولا دوچار این حمله ها نمی شوم. از این یکی خودم تعجب کردم. من هم صاحب منصبم و به هوای دفتر و اداره عادت دارم، ولی این راستی که بیشتر از طاقت آدم است، خودتان چون می گفتید، پس لطف می کنید که بگذارید من یک خورده بهتان تکیه بدهم، چون سرگیجه دارم و وقتی می خواهم تنهایی برخیزم کلم به چرخ می افتد. و شانه هایش را بالا آورد تا آسان تر کند که آن دو زیر بازوهایش را بگیرند. اما مرد جوابی به درخواست او نداد، بلکه دستهایش را آرام در جیبهایش نگه داشت و خندید. به دختر گفت: میبینید، حدسم درست بود. فقط اینجا است که این آقا حالش به هم میخورد، نه در جاهای دیگر. دختر نیز لبخند زد، اما با سرانگشتهایش تپوک نرمی بر بازوی مرد زد، گویی که مرد در شوخی کردن با کی افراط کرده بود. مرد هنوز خندان گفت: مگر چه فکر کرده اید؟ البته آقا را به بیرون راهنمایی می کنم. دختر سر زیبایش را یک لحظه کج کرد و گفت: پس خوب است. به کی که دوباره اندوهگین شده بود و چشمش به جلو راه کشیده بود و گویا نیازی به توضیح نداشت، گفت: خنده اش را زیاد به دل نگیرید. این آقا، می شود معرفیتان کنم؟ آقا دستش را به نشانه اجازه تکان داد. پس این آقا کارمند دفتر اطلاعات ما است. به ارباب رجوع همه اطلاعاتی را که لازم دارند می دهد و از آنجا که آیین دادرسی ما را مردم خیلی خوب نمی دانند، اطلاعات زیادی می پرسند. برای هر سؤالی جوابی دارد. اگر یک وقت دلتان خواست می توانید بیازماییدش، ولی این تنها امتیازش نیست. امتیاز دیگرش خوشپوشی او است. ما، یعنی کارکنان، تصمیم گرفتیم که کارمند اطلاعات، چون همیشه با ارباب رجوع سر و کار دارد و اولین کسی است که آنها را می بیند، باید خوشپوش باشد تا تأثیر خوبی اول بگذارد. باقی ما، همانطور که لابد شما فوراً از روی خود من متوجه شده اید، متاسفانه رخت و لباس من خیلی بیریخت و از مد افتاده است. تازه پول خرج کردن برای رخت چندان معنایی ندارد، چون ما مشکل اصلاً از این دفترها بیرون می رویم.
ما حتی اینجا میخوابیم. اما همون جور که گفتم به نظرمان رسید که در مورد او رخت خوب لازم است و چون هیئت مدیره که در این باره قدری رفتارش عجیب است از تهیه این رخت سر باز زد، اعانه جمع کردیم. بعضی از ارباب رجوع هم کمک کردند و این دست لباس خوشگل و چند دست دیگر نیز خریدیم. الان برای ایجاد تأثیر خوب چیز بیشتری لازم نیست، ولی او با خنده اش که مردم را میرنجاند دوباره همه چیز را خراب میکند. آقا به طنز گفت: همینطور است، ولی خانم من سر در نمی آورم که چرا باید به این آقا همه اسرار خودمانی من را بگویید، یا بهتر بگویم آنها را بهش تحمیل کنید، چون او اصلا دلش نمی خواهد بشنودشان. نگاهش کنید، پیداست که او سخت مشغول افکار خودش است. کی هیچ میل نداشت که حرف او را نقض کند. نیتهای دختر بیگمان خیر بود، شاید فقط میخواست حواس او را پرت کند یا فرصتی بهش بدهد تا خودش را جمع جور کند، اما از راه درستش نرفته بود. دختر گفت: خب میبایست خنده تان را برایش توضیح دهم، اهانت آمیز بود. به گمانم اگر بالاخره از اینجا بیرون ببرمش، اهانت‌های خیلی بدتری را به روی خودش نخواهد آورد. کی هیچی نگفت، حتی چشمهایش را بالا نبرد. تحمل می‌کرد که دوتاییشان درباره او انگار که شیعی بی جان است حرف بزنند و راستی هم که این را ترجیح می‌داد. بعد یک دست مرد را زیر یک بازو و دست دختر را زیر بازوی دیگر احساس کرد. مرد گفت: پاشوید ببینم، آدم ضعیفه. کی با تعجب شادی آمیزی گفت: از هر دوتاتان خیلی ممنونم، و آهسته پاشد و خودش دستهای این بیگانگان را به جاهایی برد که بیشتر از همه پشتیبانی لازم داشتند. به راه رو که نزدیک می شدند، دختر به نرمی بیخ گوش کی گفت: حتما به نظرتان می رسد که انگار من خیلی دلم می خواهد که کارمند اطلاعات را خوب جلوه بدهم، اما باید حرفم را باور کنید، فقط می خواستم حقیقت را درباره اش بگویم. آدم سخت دلی نیست، اجباری ندارد به بیمارها کمک کند و از اینجا ببردشان بیرون، ولی می بینید که این کار را می کند. شاید هیچ کدام ما سخت دل نیستیم، اما کارمند عدلیه بودن به آسانی این قیافه را به همان می دهد که سخت دلیم و نمی خواهیم به هیچ کسی کمک کنیم. راستی که این رنجم می دهد. کارمند اطلاعات پرسید: نمی خواهید کم اینجا بنشینید؟ حالا توی دالان اصلی بودند و درست روبروی متهمی که کی اول باهاش حرف زده بود. کی تقریبا جلوی مرد خجالت می کشید. بار اول خیلی راست جلویش ایستاده بود، حالا دو نفر می بایست نگهش دارند. کارمند اطلاعات داشت کلاه او را روی نوک انگشت‌هایش به حال موازنه در می آورد. مویش ژولیده و روی پیشانی عرق کرده اش ریخته بود، ولی به نظر ننمود که متهم هیچ چیز از این همه را دیده باشد. او فروتنانه جلوی کارمند اطلاعات که نگاهش متوجه او نشد پاشد ایستاد و صرفاً کوشید عذر حضورش را بخواهد. گفت: می دانم که امروز نمی شود انتظار حکم راجب سوگند نامه هایم را داشته، ولی به هر حال آمدم. فکر کردم می توانم اینجا منتظر بمانم. امروز یک شنبه است، وقت زیاد دارم و اینجا مزاحم کسی نیستم. کارمند اطلاعات گفت: لازم نکرده اینقدر عذرخواهی کنید. پروا و رعایت شما از هر جهت تحسین انگیز است. راست است که اینجا جای زیادی را می گیرید، ولی تا موقعی که مرا ناراحت نکنید ابدا جلویتان را نمی گیرم تا به هر دقتی که دلتان می خواهد پیشرفت پرونده تان را پی بگیرید. وقتی آدم می‌بیند که این همه مردم بی‌شرمانه از تکلیفشان غفلت می‌کنند، یاد می‌گیرد که با کسانی مثل شما صبر و حوصله کند. بگیرید بنشینید.
دختر زمزمه کرد که چه خوب بلد است چطور با ارباب رجوع حرف بزند. کی با سر گفت آره، ولی بیدرنگ سخت جا خورد هنگامی که کارمند اطلاعات دوباره پرسید نمیخواهید اینجا بنشینید؟ کی گفت نه، نمیخواهم استراحت کنم. این را با بیشترین عزم ممکن گفت، هرچند به واقع خیلی خوشحال میشد که بنشیند. احساس میکرد که پنداری دچار دریا گرفتگی شده است. احساس میکرد در کشتی است که در دریای پرتلاطم میغلطد. گویی آبها به دیواره های چوبی میخوردند. گویی قرش موجهای شکننده از ته راه رو میامد. گویی خود راه رو در تلاطم بود و میغلطید و ارباب رجوع منتظر در دو سو همراه آن برمیخواستند و فرو میافتادند. از این رو آرامش دختر و مردی که همراهیش میکردند هرچه فهم ناپذیرتر بود. او به دست آنها سپرده شده بود. اگر ولش میکردند این یک تکه چوب میافتاد. آن دو با چشمای ریز تیزشان یک ریز به دوروبر نگاه می انداختند. کی از پیشروی مرتب آنها آگاه بود، بیان که خودش در آن شرکت داشته باشد، چون حالا داشتند کم و بیش قدم به قدم می بردندش. سرانجام متوجه شد که باهاش حرف می زنند، اما حالیش نمی شد. چه می گویند؟ جز همهمه‌ای که همه جا را گرفته بود چیزی نمی‌شنید و از میان آن صدای تیز و تغییر ناپذیری مانند صدای آژیر تنین می‌انداخت. سر فرو انداخته به زمزمه گفت بلندتر و خجالت می‌کشید، زیرا می‌دانست که آنها به قدر کافی بلند حرف می‌زدند، هرچند او ملتفت حرف‌هایشان نمی‌شد. سپس انگار که دیوار جلویش از میان شکافت، بالاخره جریان هوای تازه‌ای به سویش وزید و شنید که صدایی نزدیک او میگوید اولش میخواهد برود، بعدش صد مرتبه بهش میگویید که در جلویش است و او هیچ حرکتی برای رفتن نمیکند. کی دید که جلوی در خروجی که دختر بازش کرده بود ایستاده است. گویی همه توش و توانش یک بار برگشته. برای آن که پیش مزه آزادی را بچشد، پاهایش را فوراً روی پله‌ای از پلکان گذاشت و از آنجا با هدایت کنندگانش خداحافظی کرد. آنها سرهاشان را خم کردند که حرف او را بشنوند. چندین بار گفت خیلی ممنونم. بعد چند مرتبه باهاشان دست داد و تنها هنگامی ول کرد که اندیشید آنها خو گرفته به هوای دفترها در هوای نسبتاً تازه‌ای که از پلکان بالا می‌زد احساس ناخوشی می‌کنند. به زحمت می‌توانستند جوابش را بدهند و اگر کی در را شتابان نبسته بود شاید دختر می‌افتاد. کی لحظه آرام ایستاد، به کمک آینه جیبش موهایش را مرتب کرد، کلاهش را که روی پله زیرش بود برداشت. لابد کارمند اطلاعات آن را آنجا انداخته بود و سپس چنان با شور و نشاط و با چنان گام‌های بلندی از پلکان پایین جست که تقریباً از واکنش خودش ترسید. مزاج معمولاً سالم او پیش از این هرگز اینطور غافلگیرش نکرده بود. آیا امکان داشت که بدنش در اندیشه شورشی است و در تدارک محاکمه جدیدی برای اوست؟ چون که او آن قبلی را به چنان آسانی تاب می آورد. فکر رفتن پیش یک دکتر را در اولین فرصت یک سره از ذهنش طرد نکرد. به هر جهت تصمیم گرفته بود و در این مورد می توانست مشاور خودش باشد، که در آینده همه صبح‌های یکشنبه‌اش را به کارهای بهتری بزند. 4. دوست دوشیزه بورستنر، صفحه 97. ظرف چند روز بعد نشد که کی حتی یک کلمه حرف با دوشیزه بورستنر بزند. کوشید هر جور که به فکرش می رسید گیرش بیاورد، ولی او همیشه از دست کی تفره می رفت.
کی از اداره یک راست به خانه می رفت و روی کاناپه توی اتاقش می نشست، در حالی که چراغ را خاموش می کرد و در را باز می گذاشت و توجهش را به سرسرای ورودی می دوخت. اگر کلفت خانه رد می شد و در اتاق ظاهرن خالی او را می بست، پس از مدتی پا می شد و دوباره بازش می کرد. هر روز صبح یک ساعت زودتر از معمول بر می خواست، به امید آن که دوشیزه برستنه را قبل از رفتن به سر کارش تنها گیر بیاورد، ولی هیچ کدام از این شگردها کاری از پیش نبرد. سپس برایش نامه نوشت و نامه را هم به ادارهش فرستاد و هم به نشانی خانه اش. تو نامه بار دیگر کوشید رفتارش را توجیه کند، پیشنهاد کرد که جبرانی که لازم باشد بکند، وعده داد که هرگز از حدودی که او برایش مقرر می‌کرد قدمی جلوتر نگذارد و از او درخواست کرد که فرصتی بهش بدهد که فقط با او حرف بزند، به خصوص چون که نمی‌توانست پیش از آن که اول با او مشورت کرده باشد ترتیبی چیزی را با خانم گروباش بدهد، و در پایان خبر داد که یک شنبه دیگر همه روز در اتاقش میماند و به انتظار این نشانه می نشیند که او آماده است که یا خواستش را برآورد یا دست کم توضیح دهد که چرا حتی وقتی قول می دهد از هر جهت به خواسته او تن دهد درخواستش را بر نمی آورد. نامه هایش بر نمی گشت ولی جوابی هم بهشان داده نمی شد، ولی یک شنبه نشانه‌ای به او داده شد که به اندازه کافی روشن بود. صبح زود کی از سوراخ کلید اتاقش متوجه هیاهوی غیرعادی در سرسرای ورودی گردید که به زودی سببش معلوم شد. یک معلم زبان فرانسه، دختری آلمانی به نام مونتاگ، دختری ناخوش‌احوال، رنگ پریده و کمی لنگ که تا حالا تو اتاقی مال خودش می نشست، از قرار داشت به اتاق دوشیزه برستنر اساس می کشید. ساعتها تو سرسرای ورودی هی لخ و لخ پا می کشید، انگار دایم رخت زیری یا تکه پارچه یا کتابی از یادش می رفت و لازم می شد برود آن را به اتاق جدید بیاورد. هنگامی که خانم گروباش صبحانش را آورد، از وقتی که کی را سر قیز آورده بود، حتی ناچیزترین خدمتها را خودش برای او انجام می داد. چاره ای نبود که کی اولین بار سکوت میانشان را بشکند. قهوهش را که می ریخت پرسید، امروز چرا تو سرسرای ورودی چنین قوقایی پا شده؟ نمی شد بگذارندش برای یک وقت دیگر؟ باید یک شنبه روزی خانه تکانی کرد. اگرچه کی سرش را به طرف خانم گروباش بالا نبرد، می توانست مشاهده کند که نفسی به راحتی کشید. خانم گروباش این سوالها را هرچند با اخم و تخم بود به بخشش یا نزدیک به بخشش برداشت. گفت: آقای کی، اینجا را خانه تکانی نمی کنند، دوشیزه مونتاگ است که می‌خواهد با دوشیزه برستنر بنشیند و دارد اساسش را می‌کشد. چیز بیشتری نگفت، در انتظار آن که اول ببیند که تلقی کی چگونه است و آیا اجازه می‌دهد که او پی حرفش را بگیرد. اما کی عذابش می‌داد، به حال متفکر قهوه‌اش را هم می‌زد و خاموش ماند. بعد سر برداشت و گفت: آیا از بدگمانی های سابقتان راجع به دوشیزه برستنر دست کشیده اید؟ خانم گروباش که فقط انتظار این سوال را می کشید، دست های به هم قلاب کرده اش را به سوی او کشید و فریاد زد که: آقای کی، من یک حرفی پراندم و شما زیادی جدیش گرفتید. هیچ وقت به سرم نزد که شما یا کس دیگری را برنجانم. آن مدت وقت می شود که می شناسیدم تا بدانی دروغ نمی گویم. تصورش را هم نمی توانید بکنید که تو این چند روز آخر چقدر قصه خورده ام. من و بدگویی از مستاجرهایم. و شما آقای کی همچنین چیزی را باور می کنید و گفتید که من باید بهتان اطلاع بدهم که اتاق را تخلیه کنید. اطلاع بدهم که اتاق را تخلیه کنید؟
ندای آخر در هقهقش خفه شد. پیشبندش را به طرف صورت بالا آورد و زار زار گریه کرد. کی گفت: خواهش میکنم گریه نکنید خانم گروباشه. از پنجره بیرون را نگاه میکرد. جز به دوشیزه برستنر نمی اندیشید که دختر بیگانه ای را تو اتاقش آورده است. رو که به اتاق گرداند و دید خانم گروباش هنوز می گرید، دوباره گفت: خواهش می کنم گریه نکنید. من هم همچین جدی نگفتم. مقصود یکدیگر را بد جوری فهمیدیم. این گاهی حتی بین دوستهای قدیمی پیش می آید. خانم گروباش پیشبندش را از چشمهایش برداشت که ببیند کی راستی راستی آشتی کرده است. کی گفت: ول کنید دیگر، قالش کنده شد. و از آنجا که حالت و قیافه خانم گویا نشان نمی داد که سروان برادرزاده اش چیزی بروز داده باشد، دلیری کرد و افزود: واقعا باورتان می شود که من به خاطر یک دختر بیگانه با هاتان در بیفتم؟ خانم گروباش گفت: درست همین است آقای کی. از وقت بعدش، همین که خاطرش آسوده می شد، بیدرنگ بنا می کرد به گفتن حرفهای ناشیانه. هی به خودم می گفتم چرا آقای کی باید اینقدر محل دوشیزه برستنر بگذارد؟ چرا باید سر او با من دعوا و مرافعه کند؟ با اینکه می داند هر کلمه تلخی از زبان او خواب را از من می گیرد. و من چیزی که با چشمای خودم ندیده بودم نگفتم. کی خاموش ماند. میبایست او را از اولین کلمه از اتاق بیرون کرده بود و نمیخواست این کار را بکند. به همین رضا داد که قهوهش را بنوشد و بگذارد که خانم گروباش احساس کند حضورش مزاحم است. بیرون لخ و لخ پا کشیدن دوشیزه مونتاگ را می شنید که شل زنان از این ور به آن ور سرسرای ورودی می رفت. کی اشاره کنان به در پرسید: می شنویدش؟ خانم گروباش آه کشان گفت: آره، می خواستم بهش کمک کنم و وادارم که کلفت هم کمکش کند، اما او آدم خود رأیی است، اصرار دارد همه اساسه را خودش بکشد. از دوشیزه برستنر تعجب می کنم. غالبا افسوس می خورم که دوشیزه مونتاگ مستأجرم است. اما حالا دوشیزه برستنر دارد او را تو اتاق خودش می برد. کی که داشت قند مانده در ته فنجانش را با قاشق خورد می کرد گفت: نگران آن نباشید. ضرری بهتان می زند. خانم گروباش گفت: نه، خوشحال هم می شوم. یک اتاق اضافی گیرم می آید و می توانم برادرزاده ام سروان را بگذارمش آنجا. ناراحت بودم مبادا تو این چند روز آخر مزاحمتان شده باشد، چون می بایست این بغل تو اتاق نشیمن جایش می دادم. آدم خیلی ملاحظه کاری است. کی گفت: عجب حرفی. و پا شد. اصلا نه، گویا به گمانتان من آدم فوق‌العاده حساسی هستم، چون که لخ و لخ پا کشیدن‌های دوشیزه مونتاگ را به این ور و آن ور نمی‌توانم تحمل کنم. اونهاش این بار دارد برمی‌گردد. خانم گروباش پاک احساس بیچارگی و درماندگی می‌کرد. آقای کی، بهش بگویم که بقیه اساس کشیش را بگذارد برای یک وقت دیگر. اگر می‌خواهید همین الان بهش می‌گویم. کی فریاد زد که: اما مگر نباید برود تو اتاق دوشیزه برستنر بنشیند؟ خانم گروباش گفت: چرا؟ هیچ مقصود کی را نمی‌فهمید. کی گفت: خب، پس حتما باید گذار چیز میزهایش را آنجا ببرد. خانم گروباش فقط با سر گفت: آره. بیچارگی گنگ او که ظاهراً لجاجت محض می نمود بیشتر کی را سر قیز می آورد. شروع کرد به قدم زدن از پنجره به در و باز از در به پنجره و با این کارش نمی گذاشت که خانم گروباش بتواند یواشی از اتاق برود بیرون، که احتمالاً می کرد. کی تازه دوباره به در رسیده بود که دقی به در زده شد. کلفت بود. آمده بود بگوید که دوشیزه مونتاگ میخواهد چند کلمه حرف با آقای کی بزند و از او درخواست داشت به اتاق غذاخوری که در آنجا منتظرش بود بیاید.
ملکه متفکرانه به پیغام گوش داده. بعد برگشت و نگاهی کما بیش تمسخرآمیز به خانم گروباش ترس خورده کرده. نگاهش پنداری می گفت که او از دیری پیش این دعوت دوشیزه مونتاگ را پیشبینی می کرده است و آن با همه آزاری که او ناگزیر آن یک شنبه صبح از دست مستأجرهای خانم گروباش می کشید خوب جور در می آمد. کلفت را با این خبر که فوراً می آید پس فرستاد. بعد رفت سر گنجش که کتش را عوض کند و در جواب خانم گروباش که از دست دوشیزه مونتاگ مزاحم آرام آرام مینالید هیچی نداشت بگوید جز آن که ازش درخواست کند سینی صبحانه‌اش را بردارد ببرد. خانم گروباش گفت ای بابا شما که دستش نزده اید. کی فریاد زد که ببریدش دیگر. به نظرش می نمود که انگار دوشیزه مونتاگ یک جوری با غذا در آمیخته بود و آن را تهوع آور می کرد. از سرسرای ورودی که می گذشت نگاهی به در بسته اتاق دوشیزه بورستنر انداخته. هنوز به آنجا دعوت نشده بود. به اتاق غذاخوری دعوت شده بود. در اتاق غذاخوری را بدون در زدن محکم باز کرد. اتاقی بود بسیار دراز و باریک با یک پنجره بزرگ. در آن تنها آنقدر جا بود که دو گنجه را کجکی در دو سوی در بچپانند. باقی اتاق را سراسر میز غذاخوری دراز گرفته بود که از نزدیک در شروع می شد و تا خود پنجره می رسید و آن را تقریبا دسترس ناپذیر می کرد. میز پیشا پیش چیده شده بود، آن هم برای عده زیادی، چون یک شنبه ها تقریبا همه مستأجرها نهارشان را در خانه می خوردند. کی که رفت تو، دوشیزه مونتاگ از دم پنجره یک سوی میز را پیمود و به دیدار او آمد. خموشانه به یکدیگر سلام کردند. بعد دوشیزه مونتاگ مثل همیشه با سری بسیار برافراشته گفت نمیدانم که آیا میدانید من کیم؟ کی اخمالود بهش خیره مانده گفت معلوم است که میدانم. خیلی وقت میشود که پیش خانم گروباش هستید، مگر نه؟ دوشیزه مونتاگ گفت ولی شما به گمانم چندان علاقه و توجهی به مستأجرها ندارید. کی گفت نه. دوشیزه مونتاگ پرسید نمیگیرید بنشینید؟ در سکوت دو صندلی از ته میز بیرون کشیدند و روبروی یکدیگر نشستند، اما دوشیزه مونتاگ بیدرنگ دوباره برخاست چون کیف دستی کوچکش را روی لبه پنجره جا گذاشته بود و الان رفت برش دارد. لخ و لخ پاکشان تمام طول اتاق را در پی آن پیمود، در حالی که کیف را آهسته در دستش تاب می‌داد برگشت و گفت دوستم ازم خواسته چیزی به هتان بگویم. همه اش همین، او خودش میخواست بیاید اما امروز یک خورده حال ندارد. ازتان میخواهد که او را ببخشید و عوضش به من گوش بدهید. به هر حال چیزی بیشتر از آنچه من میخواهم بگویم به هتان نمیگفت. به عکس من خیال میکنم که به راستی میتوانم بیشتر به هتان بگویم چون که نسبتاً بیطرفم. شما همینطور فکر نمیکنید؟ کی خسته از دیدن آن که دوشیزه مونتاگ رک زده به لبهایش نگاه می کند جواب داد خب چه حرفی هست؟ نگاه خیره دوشیزه مونتاگ پیشا پیش می کشید بر هر حرفی که او بر زبان آورد مسلط شود. معلوم است که دوشیزه بورستنر دیدار برای گفتگوی شخصی با مرا که درخواست کرده بودم رد می کند. دوشیزه مونتاگ گفت همینطور است، یا درست‌تر بگویم اصلا اینطور نیست. شما مطلب رو خیلی تند بیان می‌کنید. مسلماً به طور کلی جلسه‌های دیدار عمدن نه قبول می‌شود نه رد، ولی ممکن است پیش بیاید که آدم هیچ دلیلی در یک جلسه دیدار نبیند و اینجا همین مورد صادق است. بعد از آن گفته ی آخرتان به گمانم می توانم رک و بوستکنده حرف بزنم. شما از دوستم تقاضا کرده اید که با نامه یا شفاهی با هاتون ارتباط برقرار کند.